بر خط خبرها. ادامه اعتراض ها به کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر. استانداری خوزستان میگوید تا نیمه تیر آب با کیفیت به مردم میرسد. تنها نامزد سیک انتخابات افغانستان در میان قربانیان حمله انتحاری دیروز، اوتار سینگ همراه با 16 سیک دیگر کشته شد. پیروزی نامزد چپگرا در انتخابات مکزیک، شهردار پیشین با به دست آوردن 53% آرا رئیس جمهور شد. و خرید جای پارکینگ به جای خرید خانه، کمبود جا در هنگ کنگ جای پارک را به فرصت سرمایه گذاری تبدیل کرده. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. استانداری خوزستان میگوید آب با کیفیت تا نیمه تیر ماه در دسترس مردم خرمشهر و آبادان قرار میگیرد. اعتراض‌ها به کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر شنبه به خشونت کشیده شد. مقام‌ها میگویند در حال تکمیل خط دوم طرح قدیر برای آبرسانی به خرمشهر و آبادان هستند. همزمان دیشب در ماهشهر هم افرادی در حمایت از مردم خرمشهر به خیابان آمدند. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد. عذرخواهی میکنم به خاطر مشکل فنی که در پخش این گزارش پیش اومد. اجازه بدین خبر رو ادامه بدیم با صحبت یکی از ساکنان خرمشهر درباره آخرین وضعیت آب و اعتراض‌ها در این شهر. به ما این چنین گفت: کم شده شبا، ما اصلا کلا اینجا تو خرمشهر آب نداریم. آب اصلا یه بوی تعفنی از آب بلند میشه. اصلا خیلی وضعیت آب افتضاحه تو خرمشهر، خیلی وضعیت آب افتضاحه. الان امروز هم سر چهارراه تمام مثل حکومت نظامی شده. سر هر چهارراهی که میری کلی مامور وایساده. اصلا به راه رفتن مردم عادی هم گیر میدن، چه برسه که دیگه بخواد کسی اعتراض کنه. این پروژه‌ای که اینا دارن میگن ما پروژه قدیر داریم، پروژه مال سال 71، حساب شما حساب رو که از سال 71 تا الان هنوز تموم نشده. اینا دارن قول میدن که آقا ما این ظرف همین 3-4 روزه این مشکل رو حل میکنیم. نه، اصلا همچین چیزی نیست. همون شوری آب سر جاشه، کم به فشار آب هم ضعیف‌تر شده، یعنی اصلا افتضاح شده. فکر نکنم حالا هم آب وضعیت آب هم حل بشه. الان تنها کاری که مردم دارن میکنن مصرفشون، اینا که دستشون به دهنشون میرسه حداقل روزی 30-40 تومن باید پول بدن، پول آب معدنی بدن، کلی بکسای آب معدنی بخرن. اونایی هم که دستشون به دهنشون نمیرسه، وضعیت مالیشون یه خود ضعیف‌تره، که از همین تانکرهایی که مستقر کردن تو شهر بشکه‌هاشون رو پر میکنن، حالا هر سری هم 2-3 ساعت تو صف احتمال داره که معطل بشه. خب برگردیم به گزارشی که می‌خواستیم اول برنامه براتون پخش کنیم. همونطور که گفتم استانداری خوزستان گفته که آب با کیفیت تا نیمه تیر در دسترس مردم خرمشهر قرار می‌گیره. همکارم مهرزاد کهنروز گزارشی درست کرده از آخرین وضعیت اعتراض‌ها در خرمشهر. تجمع مردم خورموسا از توابع ماهشهر جنوب استان خوزستان در حمایت از هم استانی‌های خود. کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر از روز شنبه فضا را در این گوشه ایران ملتهب کرده. مردم خورموسا حالا به یاد مردم خرمشهر اصطلاحاً یزله می کنند. مسئله آب است. بحران آب. رودخانه بهمنشیر، این رودخانه آبش شور شده. یک ماه است. سطح آب پایین آمد، آب خلیج فارس وارد رودخانه شد و همان آب وارد تصفیه خانه ها و به دنبال آن وارد خانه های مردم منطقه. این فرایند آب شرب را در منطقه نابود کرد. بحران آب حالا
مسئله استراتژیک و امنیتی برای ایران. معاون عمرانی استاندار خوزستان میگوید 15 تیر ماه آب با کیفیت و کمیت مناسب در دسترس مردم خرمشهر و آبادان قرار خواهد گرفت. او گفته با توجه به پایین آمدن کیفیت و همچنین شوری آب رودخانه ها، تنها از خط دوم طرح قدیر برای آبرسانی به خرمشهر و اصفهان استفاده خواهد شد. شرکت آب و فاضلاب آبادان هم گفته روزانه 400 هزار لیتر آب معدنی، بسته‌بندی و پاکتی در آبادان و خرمشهر توزیع می شود. مسئولان این شرکت می گویند بیش از 50 تانکر حدود 3 میلیون لیتر آب شرب را در شهرها و روستاهای اطراف تأمین می کنند. پیش بینی می شد که ایران در آینده نزدیک با پیامدهای بحران آب دست و پنجه نرم خواهد کرد. مقام ها هم فعلا در کنار رسیدگی به علل و عوامل داخلی، نیم نگاهی به عوامل بیرونی دارند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران امروز گفته بحث تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست. او گفته تیم های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور می کنند. احتمالی که فوراً از سوی یک مقام دیگر ایرانی تکذیب شد. مرساد کوهنوز، بی بی سی. فرصتی داریم برای چند خبر کوتاه. معاون وزیر نیروی ایران میگوید علت قطعی برق در بعضی از مناطق تهران آسیب دیدن تجهیزات برقرسانی بوده. همایون حائری گفته مصرف زیاد در زمان اوج باعث شده شبکه توان این باران نداشته باشد. به گفته ی آقای حائری اگر هر مشترک 10% از مصرف برق در ساعات اوج مصرف را کم کند، این خاموشی ها رخ نخواهد داد. دیروز بعضی از مناطق تهران قطعی های چند ساعته برق را تجربه کردند. شهرهای اطراف تهران مانند شهریار و اندیشه هم دیروز قطعی برق داشتند. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفته برای کنترل قاچاق ارز و طلا ابزارهای کنترلی جدیدی در فرودگاه امام خمینی نصب خواهد شد. علی اکبر پور احمد نژاد گفته دستگاه‌های ایکس‌ری جدیدی در این فرودگاه استفاده خواهد شد که می‌توانند هر گونه فلز با هر آلیاژی را تشخیص دهند. به گفته ی آقای پور احمد نژاد این دستگاه‌ها می‌توانند محل جاسازی طلا و ارز را حتی در بدن افراد نشان دهند. به گفته مقام‌های ایرانی کشف موارد قاچاق کالا و ارز از فرودگاه‌های این کشور در 3 ماه گذشته رشد 95% داشته. حسن روحانی امروز عازم سوئیس و اتریش است. اولین سفر رسمی او به عنوان رئیس جمهوری ایران به دو کشوری که سالها میزبان مذاکرات هسته‌ای بودند. آقای روحانی امیدوار است بتواند هر دو کشور را متقاعد کند که علی‌رغم تحریم‌های آمریکا همکاری‌های اقتصادیشان را با ایران ادامه بدهند. همکارم کسرا ناجی از فرودگاه زوریخ با ماست، جایی که رئیس جمهوری ایران قراره حدود 1 ساعت دیگه وارد اونجا بشه. کسرا، چه استقبالی انتظار میره از آقای روحانی بشه؟ باران، سفر آقای روحانی به اینجا یک سفر رسمی است، هم به سوئیس هم به اتریش. اینجا قراره تا 1 ساعت دیگه حدوداً هواپیمای آقای روحانی زمین بنشینه. قرار هست که رئیس جمهور سوئیس آقای آلنبرسه روی فرش قرمز اینجا از او استقبال کنه. بعد از اون آقای روحانی قراره که از گارد ویژه تشریفات سان ببینه و بعد هم بعد از چند گفتگوهای مقدماتی قراره از اینجا به پایتخت سوئیس برن بره، حدود 1 ساعت راست از اینجا. فراموش نکنیم که سوئیس محل میزبان مذاکره دوره‌های متعددی از مذاکرات هسته‌ای بود، سرمایه گذاری کرد در این مذاکرات و امروز در شرایطی که آمریکا از این توافق هسته‌ای خارج شده و دنبال منزوی کردن حداکثری ایران هست، خب دعوت سوئیس از آقای روحانی، سفر آقای روحانی به اینجا پیامی داره و پیامش اینه که درهای اروپا همچنان به روی آقای روحانی و به روی ایران هنوز باز هست. آقای روحانی سعی خواهد کرد که بتونه از این فضا اینجا از سوئیس که در این توافق هسته‌ای سرمایه گذاری کرده، همچنین اتریش
و به طبع اروپا اینها بتونن از طریق اروپا به طریق این کشورها بتونن این توافق هسته‌ای رو نجات بدن. اما در عمل در صورت تحریم‌های ثانویه ی آمریکا سوئیس چه کاری از دستش برمیاد که میتونه بتونه به ایران کمک کنه؟ آقای روحانی امروز قبل از ترک تهران صحبت‌هایی کرد در مورد سفرش به اینجا، صحبت از این کرد که در واقع ظرفیت‌های زیادی هست که ما باید بهش برسیم و به حد اکثر ازش استفاده کنیم، و همچنین صحبت از این کرد که اروپا به هر حال جایگاه خاصی داره. این گوشه ای از صحبت‌های او. اروپا امروز با صدای بلندتری با یک جانبه‌گرایی مخالفت میکنه، با لحن صریح‌تری اعلام آمادگی میکنه تا در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران و کشورهای مهم تأثیرگذار همکاری بکنه. امروز که آمریکایی‌ها برخلاف مقررات بین‌المللی و برخلاف تعهدات چند جانبهشون از برجام خارج شدند، ارتباط با اروپا، مذاکره با اروپا جایگاه خاص خودش رو داره، به دلیل اینکه هر پنج کشور، یعنی هم روسیه و چین و هم سه کشور اروپایی و کل اتحادیه اروپا، تلاش میکنند که برجام بدون آمریکا باقی بمونه. همه احساس میکنند که بقای برجام به نفع منطقه و جهان و همه هست. پایا بناست در روزهای آینده بسته پیشنهادی خودشون رو ارائه کنند. راجع به این مسئله هم ما با هم گفتگو خواهیم کرد. ایران و سوئیس یک توافق قبلی دارن برای رابطه اقتصادیشون، سیاسیشون و گسترش این روابط ها. آقای روحانی میخواد که این توافق به حد اکثر عملی بشه، اما معلوم نیست که در این شرایط سوئیس چطور میتونه این کار رو انجام بده. فراموش نکنیم همین یک ماه پیش بود که یکی از بانک‌های بزرگ سوئیس بی سی پی کارش رو در ایران متوقف کرد به خاطر تحریم‌های ثانویه آمریکا، گفتش که ریسک بالا رفته و نمیتونه بمونه. اما اینجا صحبت از این هست که شاید شرکت‌های کوچک و شرکت‌های متوسط بتونن به کارشون با ایران ادامه بدن، و این چیزیست که طرف ایرانی اینجا سعی خواهد کرد در مذاکراتش، در مذاکرات رسمی که فردا شروع میشه، این رو با مقام‌های رسمی سیاسی و اقتصادی و همچنین تجار سوئیسی در میان بگذاره. ممنونم ازت. عذر میخوام کسرا نجی، خبرنگار ما از زوریخ بام. اما خبری که تازه به دستمون رسیده، دادستانی فدرال بلژیک یک زن و مرد را رسما به توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم کرده. این زن و شوهر که به عنوان امیر و نسیمه معرفی شدند، هر دو تابعیت بلژیکی دارند. پلیس اونها رو در حالی بازداشت کرده که مواد منفجره دستساز در اختیار داشتند. به محض اینکه اطلاعات بیشتری از این خبر به دست ما برسه، حتما شما رو در جریان قرار خواهیم داد. اما از افغانستان، کمیسیون انتخابات گفته تدابیری خواهد اندیشید تا فرصت حضور اقلیت‌های مذهبی در نهادهای قانون‌گذاری این کشور مهیا شود. دیروز در یک حمله انتحاری در جلال آباد دست کم 19 نفر کشته شدند، از جمله اوتار سینگ، تنها نامزد اقلیت هندو و سیک در انتخابات. مراسم تشییع جنازه این قربانیان در جلال آباد و کابل برگزار شده. خبرنگار ما زینب محمدی از کابل با ماست. زینب، چه واکنش هایی داشته این حمله در افغانستان؟ بر اساس آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده، شمار تلفات در حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد با 19 کشته از جمله 17 هندو و سیک و 21 زخمی رسیده. این رویداد در نوع خودش از سال 2001 به این طرف بی‌سابقه بوده. برای اولین بار هندوها و سیک‌های افغانستان به شکل گروهی هدف یک حمله انتحاری قرار می‌گیرند و به این شمار تلفات می‌دهند. این
رویداد واکنش های بسیار گسترده به دنبال داشت، از مقامات گرفته تا مردم عادی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در توییت گفته که این رویداد قلب از او را شکستانده و او خوشحال است و افتخار دارد که با شمار از این قربانیان از نزدیک آشنا بوده. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم گفته که هدف مخالفان از انجام همچو حملات ای است که مانع سهمگیری هندوها و سیکها افغانستان در فعالیت‌های سیاسی شود. واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم این رویداد داشته، شمار زیادی این رویداد یک ضایعه بزرگ خواندند و همراه با هندوها و سیکهای افغانستان ابراز همدردی کردند. تو زینب خودت یک روز با اوتار سینگ همراه شدی در کارزار انتخاباتیش، چه دغدغه‌هایی داشت، چه کارهایی می‌خواست برای افغانستان انجام بده؟ تا پیش از شروع جنگ های داخلی در افغانستان جمعیت هندوها و سیک های افغانستان تقریبا به 200 هزار نفر می رسیدند. اما پس از آغاز جنگ های داخلی و حتی در دوره طالبان و بعد از او شروع حکومت موقت، مهاجرت های هندوها و سیک های افغانستان بسیار زیاد بودند. حالا شمار اونها به تقریبا 200 خانواده و هم تنها در چند شهر بزرگ رسیدند. مشکلات زندگی باعث شده که اونها یک مهاجرت همیشگی داشته باشند. از عمده‌ترین مشکلاتی که اونا دارن ما میتونیم به ناامنی‌ها رو یاد بکنیم. البته ناامنی‌هایی که ناشی از تعصبات مذهبی بوده. بارها شده که بعضی از پیروان اهل هنود و سیک افغانستان ترور شدن یا که جایدادها، خانه‌ها و تجارتشان غصب شده و هم به تهدید و به زور سلاح. مشکل دیگه ای که اهل هنود سیک افغانستان داشتن این بود که اونا هیچ نماینده‌ای در حکومت افغانستان نداشتن و تازگی و او هم برخلاف چیزی که پارلمان افغانستان فیصله کرده بود، توسط یک فرمان تقنینی یک کرسی اختصاصی در پارلمان برای هندوها و سیک‌های افغانستان اختصاص یافت. اوتار سینگ، یکی از قربانیان رویداد روز گذشته، تنها نامزد اهل هنود سیک افغانستان در انتخابات پارلمانی بود که کشته شد. کمیسیون انتخابات گفته که به خاطر حمایت از دموکراسی و اقلیت‌های مذهبی فرصت برای از این اقلیت پیدا می‌کنه که اونها سهمی را در نهادهای قانونگذاری داشته باشند. مردم و اهل هنود سیک افغانستان به خاطر داشتن امی یک کرسی اقتصادی در پارلمان هم بسیار خوشبین بودند و امیدوار بودند. ما در یک گزارش نگاهی به مشکلات هندوها و سیک‌های افغانستان انداختم که می‌بینیم. ده ها اتاق در یک صحن. مسافرخانه نیست. سال هاست که خانواده های زیادی در درمسار یا عبادتگاه زندگی می کنند. قصب خانه هایشان، فقر و ترس از آزار و اذیت مردم پای آنها را برخلاف اعتقادات مذهبیشان برای زندگی به اینجا کشانده. همراه با دو پسر جوان و شوهرش 10 سال است در همین یک اتاق زندگی می کند. مهاجر شده اما دوباره برگشته. 3 بار ما اند رفتیم، کار شوهر من نچلیده، پس آمدیم کابل. بیادرهای ما، پدر مادرم، خوارای ما، کل آقای از مادرش پدرش کل گرفتن. 2 تا خوار داره شوهر من. او رفتن، به یادارایش رفتن، پس نامدن دیگه. تحقیر و توهین، گاهی حتی لطوکوب، سالها رفتن به مدرسه محرومشان ساخت. حالا در تلاش آموختن در مدارس و کلاس‌های خصوصی. سایه دردسرها همیشه بر سرشان است، از کودکی تا بزرگسالی، حتی پس از مرگ. بیشتر از یک قرن است که این محل شمشان یا هندوسوزان اهل هنود و سیک افغانستان است. شمار اهالی این محل در گذشته انگوش شمار بود. اما حالا این اکثریت دردسری شده برای این اقلیت. بارها عزاداران هندو و سیک و اجساد مردگان آنها از سوی باشندگان این منطقه سنگباران شدند. حالا آنها مجبورند برای اجرای مراسمشان با پلیس به اینجا بیایند. قرار بود اولین نماینده هندو و سیک باشد که پا به خانه قانونگذاری می‌گذارد. گام‌هایی که پیش از رسیدن به هدف متوقف شد. 8 عضو خانواده‌اش قربانی جنگ‌های داخلی شدند.
اما هنوز اصرار به ماندن داشت حتی به قیمت جانش. در سال 70 8 نفر در خانه ما شهید شد، 7 نفر زخمی شد. ما وطن خود را ندادیم، همینجا هستم و حالم ما در خانه خود 14 نفر فامیل دارم به خاطر خاک عزت مادر ما را دارد و آبرو عزت مادر نمی خاک نگاه کرده که همی 14 نفر هم شهید شوه. ما دی وطن خارج نخواد شدیم و دی وطن خود خدمت خواه کردیم و او رو افتخار باشه که خاطر خاک ما عزت مادر ما را دارد و مرمیش در سینه ما بلاگد. مردی 55 ساله با سابقه کار در ارتش و سنای افغانستان. او یکی از قربانیان حمله انتحاری دیروز در جلال آباد بود که اکثریتشان اهل هنود و سک بودند. قرار بود صدای مردمی باشد که از شنیدن شدن شاکیند، اما برای همیشه خاموش شد. زینب محمدی، بی بی سی، کابل. در مکزیک آندرس مانوئل لوپز اوبرادور پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری است. شمارش اولیه آرای انتخابات نشان می‌دهد که این نامزد چپگرا بیش از 53% آرا را به دست آورده، چیزی حدود 2 برابر میزان رأی نزدیکترین رقیبش. مقام‌های اجرایی انتخابات اما می‌گویند هنوز مشخص نیست که حزب او بتواند اکثریت قاطع مجلس را کسب کند. آقای اوبرادور با وعده مبارزه با فساد وارد رقابت‌های انتخاباتی شده بود. فیروز اکبریان گزارش می‌دهد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور درست 12 سال منتظر این لحظه بود، پس از 2 بار شکست. حالا اما سرشار از شادی، غرور و خودباوری است. اینجا در جشن پیروزی. این لحظه پیروزی انقلاب وجدان هاست. ریکاردو آنایا نامزد حزب محافظه‌کار اقدام ملی و خوز آنتونیو مید نامزد حزب حاکم PRI، دو رقیب اصلی لوپز اوبرادور، شکست را پذیرفته و به او تبریک گفتند. برای کشوری که حدود 4 دهه است با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، شهردار سابق مکزیکو سیتی پس از پیروزی هم از مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی می‌گوید. نیازی به افزایش مالیات‌ها نخواهد بود. نمی‌خواهیم کشور به بدهکاری بیفتد. قیمت بنزین بالا نمی‌رود. من هزینه‌های زندگی را پایین می‌آورم. سرمایه‌گذاری‌های عمومی برای رونق فعالیت‌های تولیدی و ایجاد شغل‌های بیشتر افزایش پیدا می‌کند. او که در دوران تبلیغات انتخاباتیش کم برای رئیس جمهوری آمریکا شاخ و شانه نکشیده بود، حالا اما در چرخشی آشکار از تلاش برای داشتن روابطی دوستانه با کاخ سفید میگوید. دونالد ترامپ هم که سیاست‌های مهاجرتیش از جمله وعده ساخت دیوار حائل بین مکزیک و آمریکا بارها مسئولان مکزیک را آشفته کرده، در اقدامی سریع انتخاب آقای اوبرادور را تبریک گفت. به آندرس مانوئل لوپز اوبرادور تبریک میگویم. مشتاق همکاری با او هستم. کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. کارهایی که هم به نفع آمریکا و هم به نفع مکزیک است. انتخابات دیروز که علاوه بر ریاست جمهوری شامل 2 مجلس قانونگذاری هم میشد، یکی از خونبارترین انتخابات در مکزیک بود. بیش از 130 نامزد و فعال سیاسی کشته شدند. چه لوپز اوبرادور را مثل خیلی ها پوپولیست بدانیم، چه سیاستمداری که قرار است تغییر ایجاد کند، فعلا توانسته هوادارانش را خوشحال کند. از جمله اینجا در مکزیکو سیتی پایتخت. سالهای زیادی منتظر این لحظه بودیم. تغییر، تغییری که بهش نیاز داریم. واقعا به این تغییر نیاز داشتیم. عمر دراز باد آندرس مانوئل لوپز اوبرادور. فعلا داستان آندرس مانوئل لوپز اوبرادور به نشانه پیروزی بالاست. اما باید دید این رهبر 64 ساله چقدر میتواند در عبور از مشکلات عمیق مکزیک سربلند باشد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. شما چقدر خرج پارک کردن اتومبیلتون میکنید؟ در بعضی شهرهای جهان هزینه این کار بسیار زیاد است. به عنوان مثال در هنگ کنگ پولی که مردم برای خرید یک جای پارک می‌دهند دست کمی از خرید یک خانه 2 طبقه در آمریکا ندارد. به دلیل همین افزایش قیمت در سال‌های اخیر است که عده‌ای از ساکنان هنگ کنگ این روزها پولشان را در خریدن جای پارک اتومبیل سرمایه‌گذاری می‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از تیموتی مک‌دونالد ببینید.
پیدا کردن جای پارک در هر شهر شلوغی کار مشکلی است و البته در چنین موقعیت‌هایی کسانی هم پیدا می‌شوند که از این فرصت استفاده می‌کنند. این جای پارک مال منه، البته خیلی کوچیکه، اما به جاش در مرکز هنگ کنگ. علاوه بر دریافت ساعتی $4 برای هر ماشینی که اینجا پارک می‌کند، آقای وانگ وبسایتی برای خرید و فروش جای پارک دارد. روزانه حدود 100 نفر از او در این باره اطلاعات می‌خواهند. عده‌ای خریدار جای پارک هستند چون پولشان برای خرید آپارتمان در این شهر گران کافی نیست. پول زیادی تو دست مردمه، اما جنس تو بازار کمه. مردم باید پولشون رو یه جایی بذارن و خب جای پارک محل خوبی برای این کاره. البته اینکه مالیات خرید و فروش جای پارک خیلی کمتر از آپارتمان است هم مشوق خوبی است. مالیات این خرید و فروش فقط 3%. خب ببینیم قیمت جای پارک در هنگ کنگ چقدر است. سال گذشته یک قطع جای پارک در این بلوک آپارتمانی پشت سر من حدود $660,000 به فروش رسید، که البته با معیارهای هنگ کنگ هم خیلی گرونه، اما بالاخره تصویری از میزان گرونی در این شهر به ما میده. در هنگ کنگ حتی پول هنگفت هم قدرت خرید زیادی ندارد. به عنوان مثال این بلوک جدید شامل چند نانو آپارتمان است. آپارتمان هایی که متراژشان فقط حدود 1.3 برابر جای پارک یک خودرو در انگلستان است و در بعضی موارد قیمت آنها خیلی گرانتر هم نیست. گاهی قیمت جای پارک تفاوت زیادی با قیمت این نانو آپارتمان ها نداره، که به نظر من نشون میده که بازار معاملات ملکی در هنگ کنگ خیلی داغه. فرق نمیکنه که خانه شخصی باشه یا تجاری و یا جای پارک. اجاره جای پارک خودرو خیلی بالا نیست، اما مقررات ساختمانسازی تعداد جای پارک برای آپارتمان های جدید را کاهش داده و در نتیجه تعداد خودروها روز به روز بیشتر از تعداد جای پارک میشود. بازار خیلی خاصیه. جاهای پارک خیلی با هم فرق دارن و به همین دلیل خریداران باید با دقت زیادی سرمایه گذاری کنن. بعضی از این جاهای پارک اونقدر تنگن که شما بعد از پارک کردن ماشینتون باید از در عقب بیاین بیرون. البته اگر ماشین داشتن در هنگ کنگ برایتان گران تمام می شود، شما هم می توانید مانند 4 میلیون هنگ کنگی دیگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. تیمیتی مکدونالد، BBC نیوز، هنگ کنگ. در تازه ترین نظرسنجی بنیاد رویترز، ده کشور خطرناک برای زنان فهرست شده. افغانستان پس از هند دومی کشور خطرناک برای زنان خوانده شده. تنها کشور غربی در این میان آمریکاست که در رده دهم قرار دارد. کشور خطرناک برای زنان از نگاه شما چه ویژگی هایی داره؟ چالش های اصلی رفع این تبعیض و ناامنی ها در جایی که شما زندگی می کنید چیه؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه ها که الان روی صفحه تلویزیون می بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو می تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. و دست آخر اینکه شهر کوچویه در اسلوونی شاهد یک مسابقه ورزشی نامعمول بوده. همونطور که در تصاویری که الان دارید میبینید، مسابقه سر این بود که چه کسی میتونه یه اره برقی 9 کیلو و نیمی رو دورتر پرتاب کنه. این مسابقه رو انجمن دوستداران موسیقی راک این شهر برگزار میکنه. داستان اینه که شهردار این شهر چند سال پیش به یک گروه راک اجازه برگزاری کنسرت نداد، چون به گفته ی آقای شهردار صدایی که تولید می‌کردن بیشتر شبیه صدای اره برقی بود تا موسیقی. طرفدارای این گروه هم این مسابقه رو برای انتقام گرفتن از شهردار به راه انداختن. ممنون که با ما همراه هستید.